بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختینه غد. چیزای بشنیم. اول ما به اجازه تانی خوش آمدید بتون جناب عطاولای امینه. بسیار خوش آمدید در برنامه شام هنر. احترام و سلام خود ما برای شما تقدیم میکنم. از شما بسیار ممنون هستم و سپاسگزار آقای دژم که لطف کردین و ایتون یک زمینه رو مساعد ساختین که ما بتونیم زیادتر سر این موضوع بسیار با اهمیت و بزرگ صحبت کنیم تا ذهنیت سازی و با تشکل درستش انجام شما. بسیار زیاد تشکر. سلام مرم قبلی کنیم. خواهش میکنم. جناب استاد جان، میخواییم چهره شما را برای بیننده های ما نشان بدیم. بسیار خوش آمدید. تشکر دژم صاحب نازنین. زنده باشی که امشب ما را در ایتر یک برنامه دعوت کردیم که از نزدیک، یعنی نزدیک خونه خیر، همیام نزدیک است، همیام نیم دیدار است با جناب محترم عطاولا خان امین و همراه شما هم صحبت میشیم، هم کلام میشیم. تشکر، زیاد تشکر که تو یک زمینه را مساعد ساختید. قربان شما استاد جان. شما در این سالهایی که در اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان حتی به حضور خودتان اتحادیه ایجاد شد و فعال شد، باعث عضو شورای مشورتی از اتحادیه، در رهبری از اتحادیه همیشه در کنار ما بودید و همیشه نظریات و مشورهای نیک برای ما دادید که من سپاسگزارتان هستم و مخصوصا همیشه ما از شما تقاضا کردیم که از اتحادیه ما در داخل خرابات کشور نمایندگی کنیم. همیشه لطف کردیم. خوش آمدیم. تشکر. خوش باشین. من خوش هستم که شما را دارم در این برنامه. هنرمندای عزیز ما میبینن، بیننده‌های عزیز تلویزیون همین صحنه را میبینن و بیاین که به اجازه شما از آقای عطاولای امین بپرسیم به گونه معلومات. من اصلا کار ژورنالیستیکی در اینجا نمی کنم، با از جانب اتحادیه همراه شما گپ میزنم. شما بسیار آزاد و هر اون چیزی که میلتان است در مورد این مفکوره آقای امین یک معلومات بدین. از کجای ذهنیت بر شما پیدا شد که منزل مرحوم استاد رحیم بخش باعث یک موزیم هنری و فرهنگی تبدیل شد؟ از این نقطه شروع. بله،
خدمتتون عرض کنم که شما خو چون در عمق موسیقی و هنر هستین و یک انسان فرهنگی هستین، وقتی که ما و شما در مجموع مشکل مشترک داریم در کشور خود، درد مشترک داریم، خب کل ما منعیسی یک انسان و یک مسئولیت پذیر فکر میکنیم چی کرا میتونیم که این جنجالایی که به وجود آمده در این مشکلاتی رو چطور آدم بتانه یک پس همی مردم هم احساس پاک و احساس والای از اونا رو دوباره برجسته بسازه که اونا فکر کنن که توانمندی خودشان دارن در گروه یک تعداد کسایی نیستن که در زندگیشان هر روز بازی کنن و مخصوصا هنرمندها و فرهنگ و هنر این صدای بسیار والایی داره که صدای از این ایت نمیتونه که در داخل یک چی باشه سرحدش واضح است. به او اساس وقتی که ما در افغانستان قرار قبلا هم گفتیم که اطمان بر دوستایی تکرار است، افغانستان که هر دفعه که میرفتم شهدای سالین زیارت میکردم، میامدم سر عدیر استاد سراهنگ، ما متاسفانه یکانه چیزی که هست من عدیری استاد صاحب را این بخش ما بلد نیستم، اموجا که من گفتیم مرا نشان ندادن، امو کسایی که اموجا بودن زیادتر امو خورترک ها دخترک ها و شتوکک هایست که اموجا و می کجاست باز من رنمایی میکنن، اما اول مرا من رنمایی نکدن، اما باز من میرفتم سر عدیری و مزایر جان و دعا میکردم پس میرفتم. خب وقتی که من همی چیز کار عدیری آمازایر جان فرصت درست شد که درست شد، دمی موضوع این بیخی زیادتر بر من برجسته شد که راستی چقدر یک صدای فوق‌العاده بسیار یک بلند دستی و ما چون در وقتایی که در سالای 1994 بود 94 بود یا 95 بله که من رفتم به کویتا، باز از کویتا پرسان کردم، من منزل استاد صاحب در کویتا پیدا کردم. خب من به خاطر امی رفته بودم که اینا را اون وقت یک چی بود، یک استودیو بود به ایجا در لس آنجلس به نام چاپنداز، بسیار با آهنگای استاد صاحب زلاند و اینا را اونا درست میکردن بسیار با کوالیتی بلند. من که از اونا گفت زدم که خیلی استاد صاحب را این بخشه ما میاریم به اینجا که بسیار چیز خوب شوه و آهنگاشون ثبت شوه. خب من این اینجا رفتم کویتا و با پالو خانه استاد صاحب پیدا کردم رفتم، این دیگه یک افتخار بود که ما اینا را در اون وقت در اونجا رفتم دیدم اینا یک منزل یک خانگه که بسیار مثل تمام مهاجرینه که ما هستیم هر وقت ما اول جایی که اینا بودن گفتن که تقریبا 17 یا 18 عضو فامیل کلگی در اینمت یک جای هستن. فتشان صحبت کردم، من یک فیلمش خانم دارم از اون وقت که رفته بودم دیدم، باز اینا را من گفتم که میخوایم و او سلیم بخشیان خدا من غریق رحمت خود داشته باشن اونا زنده بودن، گفتم که خیمه میخوایم که شما بیاین تشریف بیارین امریکا، و گفت بسیار خوب و من فوتوکاپی و یایشان گرفتم، باز من افغانستان رفتم پس امریکا آمدم. باز امقا خبر شدم که باز سلیم بخجان برای من گفت که فضل خدا کار ما شد میاییم امریکا، بودم کی کرد؟ گفتیم بسیار خوبت ما میخواییم که شما بیم، باز اون رو تشریف آوردن. خب این حالتهایی بود از امو علاقه که من از امو سابق با امو سبک استاد صاحب داشتم. مثلا من یک دفعه در ماه مبارک رمضان یک دفعه هم دادم دمی خود نزدیک چوک در دست راست اون طرف چی که می رفتین اینجا یک جای بود کستاد در ماه مبارک رمضان اینا کنسرت داشتن، باز در اون من رفته بودم دیگه همو سبکشان و آهنگایشان و همو نرمیشان و محبتشان و بسیار یک چیز سوچی اوانی دیگه. باز من در فکر بودم که ما باید در اینجا در
شار کنه در خصوصا در این کوچی خرابات من بتانم یک جای پیدا کنم و ما یک برادرم بود اونجا برش همیشه میتونم تو برو و همینجا رو خواهد دفعه پیدا کنم میگفت والا من میرم رفت یک چند تا خانه را اکسایش برای من روان که بسیار یک دخواه من هیچ کدامش خوش نکدم تا ای که من یک همین آرامگاه هم از جان که درست شد بازده ایجا همین دوستایی که در می کانون فرهنگی هم از جان اینا مصروف بودن به یکی از ویدیو ها من دیدم که اینا ناراحت بودن سر یک مسئله در این امو آرامگاه اینا یک کبک باره امروی امو بیچاره که در اونجا کار میکرد اینا یک ذره جدی گرفته بودن اینه که من دیدم من راستی متاثر شدم و من برشان زنگ دادم گفتم شما دلیل چی است بازم یکی از اینا بسیار لطف کردن برای من پس زنگ دادن گفتن که یک اشتباه شده ما ایره درست میکنیم گفتم باید از امو غریب بیچاره که در اونجا کار میکنه شما باید برین معذرت بخواین که احمد ظاهر جان اون رایش نبود که یک غریب بیچاره را سرش اقال مقال کنه یا ای که اون را ناراحت بسازه بازی آقا لطف کرده و بسیار برای من نزدیک شده در جمله از اینا یک نفر گفته بود که من این آدم هم میشناسم در این مکتب امرای ما صنفی بود همین نمره ایتان را برشان بتونم نتونم گفتم صحیح استک و امرای از اون که من تمام شدم بزرگ من فهمیدم که در صنف من نبود در صنف یک رفیقم بود خب خلاصه شناختیم باز من گفتم تو چی میکنی گفت که من در چی هستم همین رهنمای معاملات حالا کار میکنم و در گمرک کار میکنم حالا گفتم خب گفتم من در اینی میکنم چی خب حالا در اینجا من خانه کار دارم بخرم و همینجا تو برو بیبی خب من این کار میکنم امینا رفتن همین دو روز بعدش بود که برای من احوال داد که این ما امرای ویدیویش روان کرد که این ما در خانه استاد صاحب سر همین رینبخش صاحب هستیم اینمی استاد صاحب اینمی خانش گفتم چی؟ هیچه بود صاحب که من دفتا همی چی میگن؟ تکت لاترین برای من باز گفتم خب خویی را کروان کدن گفتم باش که حقیقت داره چرا هر کس هر چیز میگه بود وقتی که اینا رفتن امرای فرزندای نیک استاد صاحب صحبت کردن که اینا گپ زدن و این ویدیوهایشان برای من روان کرد که دیدم مطمئن شدم که این اینی خانه سعیز باز اون نظر موشه من اقدام کردم و این امروز در اینی موقف امروز شما صحبت میکنیم والا بسیار امی مقدمه تان ما را برد به طرف کوچه خرابات و تقریبا نزدیک شدیم به این مفکوره که با شما تصمیم گرفتین که خانه را به اصطلاح بخرین و بعد از اون گیر موزیم بسازین بله فقط این نمید در این مورد با شما که مثلا وزارت کلتور کدام مؤسسه کدام کمپانی کدام چیز هم صحبت کردین یا ایست که تصمیم شما گرفتین ما همون محفل دیدیم تصویرهایش استادا بودن و هنرمندهای خرابات ما بودن صحبت ها شده ترگپا یا کت کی مشوره کردیم کت خود مردم یا کت فامیل یا کت دولت وزارت کلتور کت کجا یا ایست که خودتان تصمیم گرفتید نه این چیزایی که شما میبینین به حساب پدیده ذاتی خودم است دیگه به حساب من این فکر که میکنم باز از اون در اون قشمه در آیم باز از اون من میخواهم که من خودم به نفع خود قدر چیز علاقه من نیستم ما زیادتر به نفع مردم بسیار کوشش میکنیم بسیار علاقه من ایست که چرا مردم بسیار در اونجا صدمه دیدن اونجا هستن ما از این خاطر به نفع مردم فکر میکنم و این را تنها چیزی که من اونجا اطمینان من هست که من در طول سالهایی که در افغانستان سفر کردیم از سال 93 دوباره ما کوشش کردیم که امی دل مردم غریب و بیچاره را با تمام مالا با دست بیارم که زیادترینش همین یتیمای افغانستان است با اینی امرای آشیانه که یک مرجع اول است که از سال 1990 تقریبا 93 یا 94 آغاز به کار کرده انجینیر صاحب که یتیما را میگه که من رفتم در روی سرک دیدم که یک بچه که بسیار بوتای ما کار رنگ کردم دیدم که ایت یک آلت داشت مزید پرسان کردم که چرا مکتب نمیره گفت حال خب مکتب هم نیست من تا پدرم شهید شده برای مادرم من
نان باید ببرم و بازی نزم. اینجا گفت من فکر میکردم که باید یک یتیم خانه رو درست کنم، بازی نیم آشیانه رو بنیاد ماند و کار انجینری خود ایلا کرد و این بسیار زحمت کشیده. یادم تو زحمت کشیده که یتیمایی را که ما رفتیم کل شدیدیم به طول سالا بسیار مردم های راستکار و صادق بالا، بسیار مردم های خوب و مو اعتماد اونو مرجعی است که من امرایشون باز مشورم میکنم که اینی کارا رو باید بکنیم. باز اونا میگه خاطر جمع باشه، اینی اطمینان کاملم از اونجا دارم. دیگاه شمالیت خودم بسیار معلومات جالب. من آن چیزی که دیدم و شنیدم درباره شما، مخوش هستم که امشب باید یک شخصیتی که با هنر و با فرهنگ و با مردم داری سر کار دارن در تماس هستیم، صدای شما را پخش میکنیم، تصویرتان با مردم و هنرمندای ما نشان میدیم. بسیار افتخار میکنم به همین که شما هم یک تصمیم گرفتید. شما خود میفهمید که ما سرکار ما کت موسیقی است و می استاد مرحوم رحیم بخش و خانواده شان و به دیگه استادای خرابات ما سخت احترام قائل هستیم. این کار را که شما کردید چون اولین بار است این کشور که چنین یک کار شده و من خوش هستم از خانواده مرحوم استاد رحیم بخش، از فرزندایشان، از استاد گرامی حسین بخش جان و دیگر برادرایشان و فامیلشان که همی گفت موافقت کردن و همی کلیدی از همی خانه یادگاری هنر در دست رأس شما ماندن. استاد جان گل، چون شنیدیم گپای آقای امینه، باز وقتی که شما شنیدین چه عکس العمل نشان دادین، خوش شدین، استقبال کردین، نظر شما چی بود؟ تشکر دجان صاحب نازنین. صحبتای جناب محترم امین صاحب واقعیت که صحبتایی بود که شنیدیم سراپا. ما دجان صاحب افتخار میکنم، فخر میکنم اول به این که منزل و آرامگاه استاد رحیم بخش، زادگاه استاد رحیم بخش به موزیم موسیقی افغانستان تبدیل میشه. این همه کلان برای من ای که برای تمام فامیل ما و تمام خرابات جای افتخار است. این که خودت آقای دجم رئیس های انجمن ماستی، سالها در این راست در موسیقی تو خدمت کردی، سالها تو در موسیقی بودی، در سابق هم در افغانستان هم در اتحادیه تو فعالیت هایی داشتی. خودت پورا میفهمی، ما هم میفهمم، کل مردم میفهمن، بسته کل هنرمند افغانستان میفهمن که اینمت یک رویداد تاریخی تابال در افغانستان رخ نداده. واقعا همونطور است که اولین بار است که در افغانستان موزیم موسیقی جور میشه و این یک سقف جور میشه که همه هنرمندا زیر از این سقف هستند و این بسیار بسیار یک کلان گپ از افغانستان که ما هنرمندا امروز یک جای پیدا کردن، یک مرکز پیدا کردن، یک جای پیدا کردن که دو صحبت های خدا، زنده خدا، مرده خدا، کنسرت خدا، پروگرام خدا، خوشی های خدا دو جا بگیرن. این بسیار یک چیزی که واقعا امروز منی کل هنرمندان استقبال کردن و باید کنن. این بنام از استاد رحیم بخش، موزیم بنام استاد رحیم، ولی این از کل هنرمنده است، چی هنرمند خرابات، چی بیرون خرابات. ما از این طریق شما برای هم هنرمندایی را بگم که از من نیست، از استاد رحیم بخش نیست، او رفتن پشت کار خود وفات کردن، خدا ببخششان. ما و شمایی که زنده هستیم و همه طور یک شخصیت پیدا شده که جناب محترم امین صاحب باشد که این آدم دلسوزانی، لطف، مهربانی، وطن دوستی، هنر دوستی کرده برای ما، برای هنرمندا همه طور یک جا جور کرد که ما امروز از این گپ از این قدردانی میکنیم، خوش هستیم. و دیگه ای که یک چیز دیگه هم عرض کنم، آقای دجان صاحب رئیس اتحادیه ما که هستی، از روزی که تو در پای در عرصه اتحادیه چی در کابل چی در اینجا ماندی، ما از امروز سعی میکنیم که تو در غم خرابات هستی، در فکر خرابات هستی، همیشه صدای خرابات تو کشیدی، صدای خدا میدانه که من تو فکر میکنم که چقدر شد دخل تو چه خبر خدای خود عرض و نیاز کردی که همین مردم هنرمند خرابات هست، همین هنرمندی که در کابل ماندن، همین یار خدا جان با حالشان رحم کن و خدای بینیاز همه تر یک انسان هست، همه تر یک فرشته را نصیب کرد که آمد همه تر یک چیز را برای هنرمند ها جور کرد. فخر میکنیم، افتخار میکنیم. تشکر. خواهش میکنم. والا خود حق ما لطف شماست استاد که مهربانی میکنین.
ما یک خادم تان هستم، ما باورد بحث نیستم. ما حالا ببینید که از خوشحالی به اصطلاح در لباس خود جای نمیشم که میبینم که یک شخصیت پیدا میشه، خودش در اون سر دنیا در اونجا زندگی میکنه، میاره به کوچه خرابات تصمیم میگیره یک چیز خوب برای وطندارای ما میسازه و او هم در کوچه خرابات میسازه. اینجاست که ما افتخار کردم شما را زحمت دادم آقای امین خواستم، نه تنها که او هست، ما یک دو کلمه درباره آقای امین چون خودشان هم هستن بگویم. اینا ما که دیدم ذوق بسیار سپورت دارن برای استادیوم افغانستان کار کردن یا ساختن، او را من دقیق نمیفهمم، همانقدر میفهمم عکسای بسیار مقبول همراه مرحوم محمد علی کلی و تایسن و ورزشکارا گرفتن، مقبره مرحوم احمد زائر بازسازی کردن، من مصاحبهشون یک دفعه دیدم. آهسته آهسته در این جامعه ما یگان شخصیت خودش خود با این ترکارا متوارث می سازد. برای دیگه مردم اگر آدم دلسوزی بکنه، اگر آدم برای این مردم خدمت بکنه، اگر در یک جای سرمایه گذاری بکنه که نفع ملت در اون از او باشد، از طرف ما چی که از طرف کل ملت قدر میشه. و همی اقدامی را که اینا کردن من به اندازه احساساتی ساخت که من گفتم خب بیاین که از زبان خود و شما و اینا و میبینندهای ما کمیل ازم، ما شما سه نفر را میبینن در این کانفرانس بوده، اعلان بکنیم برشان، بگویم که ببینیم مردم عزیز، خانواده استاد ای جای را ای محل را اختیار از اینا ماندن، اینال اینا تصمیم دارن که از این موزیم بسازن. حالا من سر شما مردم، سر هنرمندا صدا میکنم که شما چی کرده میتونیم؟ بیاین هر کدام ما که هر قدم میتونیم برای ساختمان از این موزیم به اصطلاح ملی موسیقی افغانستان یک چیز بسازیم، باید در کنار آقای امین دیگه بادزی قرار بگیریم، باید برای آقای امین بگوییم که شما این کار را کردیم، ما چه خدمت کنیم، ما دست با شما یکی میکنیم، چی از لحاظ فرهنگی، چی از لحاظ آثار، چی از لحاظ عکسایشان، چی از لحاظ از اینکه اگر موانعی در اونجا ایجاد شد در پالی آقای امین قرار بگیرد، این یک کار دست جمعی میشه. آقای امین شما را میخواستم بپرسم که چی وقت تصمیم داریم بخیر کار از این شروع کنیم؟ این مساحت از این چقدر است؟ چند اتاق داره؟ چی تصمیمتان است؟ اما تو فکر که شما کردین از این مثل سالون چیز جور میشه، مثل اتاقا جور میشه، کورس موسیقی جور میشه، مثل خانقا جور میشه، چی چیزی یک چیز فکر کردن یا هنوز در فکر هستین میخواین مشوره بگیرین از مردم، چی نظرتان چی هست؟ بله تشکر بسیار زیاد. ما چون خودم ندیدیم منزل، شنیدیم که در حدود 5 بسوار زمین است و ما ایرا با مشکل سنتی سابق همونطور یک چیزی که تقاضای اموج است و همونطور یک چیزی به اوج بسیار دلپذیر است در نظر گرفتم و نقشه زیر ما درست کردیم دادیم که سرش کار میکنن سر بلوپرینتش. اینال ای که هست یک آل میداشته باشه که در اینجا بعض کنفرانس ها و پروگرام های موسیقی و اینا سایش کلان می باشه که در اوج او قرار می داشته باشه، باز این طرفش هم که گنجایش یک جای دیگر داره که به حساب یک استدیو که اونجا به خاطر ثبت و کارهای اونری دیگه که اونجا هنرمندا می خواهند انجام بدن و در ضمن این می تانه که چهار همین رقم برجای سابق باره که بود و این چهار گنجی از این فکر کردیم که در این اتاق ها می باشه و که حتی باز می تانند که از فضای بیرون فضای بالایش هم در او استفاده شد برای موسیقی و برای نشست و اینا و سن اولیش خود یک ذره خرد می مانه، اما باز هم در اونجا میشه که کارهای شود و اتاق هایی که هست در اینجا برای نگاهداری آثار و هنرمندا برای آرشیف شدنش اینا هم استفاده میشه بخیر و دیگه این هم تر یک چیز است که بازی نقشش که برآمد من خدمتتان او را شریک میسازم که شما آگاهیتان زیادتر شود و خودمم که بخیر تصمیم دارم برم که از نزدیک ببینم که اگه زیادتر بفهمم که دیگه باید دیگه چی چی را شود از نزدیک ببینم، حتما با مشورت من میخواهم تو یک جای
با مشوره تمام شما و هنرمندا که این چیز. بله. این تصمیم است که بخیر برتون شد. ببخشید آقای امین، تصمیم تانی است که تعمیر سابقه پس دوباره بازسازی شود، ترمیم شود، نگاه شود، میولی که مرحوم استاد ساخته بود دو دقیقه سالا زندگی کرده بودن، یا ایست که بیخی میخواین تخریب شود، اثر چیز آباد شود؟ اصلا اونجا اصلا اون تخریب شده بود، اونا این خانهشان تخریب شده بیخی اونجا، فقط یک دو تا چیزای ساده را اینا نو جور کردن که یک دو نفر بیچاره همونجا زندگی میکنه، یک دو فامیل. یعنی اون خانه تخریب شده بود. شما خب بیاد دارین که کابل چه رقم تخریب شده بود، نه کابل چه رقم تخریب شده بود، اصلا چیز نمونده بود دیگه. بازی بیچاره پس همون دیوارکا را بلند کردن، اما اینا ایره اصلا یک چیز جدید بخیر بنا میشه. حتما دیگر وقتی که چیز جدید بنا میشه که به اصطلاح خشت و گل پخته امروز چیز قوی و دوامدار که ده ها سال صدها سال از استفاده. بلکل بلکل شایی فرمودین این یک چیز است که برای خب فقط این پیشروش هم کسی بسیار یک مقبولی مخصوص داره که من اون نقشهش رو پیدا کردم روان کردم که کل از این سنگ مرمر میشه، همه پیش روی کالمای بسیار خوب بلند میایه و در مرکز اینمی چیزش که هست اینجا فکر میکنم گنجایش یک دانه رباب بسیار مقبول است که کندنکاری از سنگ میشه. خب یک چیز بسیار دلچسب میباشه، این را من اطمینان میتونم شما رو بخیر با اصطلاح بیاین که سرپرایز کنیم مردم ها. بله. بیاین که کار کنیم، سرش فکر کنیم. من که میبینم شما اون دو پسر تانم در تصویر یاد بوده از بوت بامیان هم آنده، معلوم میشه که در سالایی که زندگی کردیم این فرهنگ و هنر و این کلتور و این آبدات تان قدر کردیم همیشه. من تا جایی که که شما آشنا شدم، یعنی من فکر میکنم بسیار کسا امکانات مالی و پولی دارن در افغانستان، اما هر کس مثل شما واره مهربان کمتر دیده میشه. اگه یادتان باشم این بنیاد آقا خانم بسیار کار دیگه کردن که باغ بابرشا را گرفتن ساختن، اثر دوباره شاید دولت نمیتونستی کار را بکنن، بسیار یک جای مقبول ازش ساختن، ولی اونا در ساختمان از این دیگه دست نزدن، باغ بابر دوباره مرمت کردن، ترمیم کردن، با اون شکل قدیمش ساختن. حالا اگر شما چیز نو میسازید این دیگه مطابق ضرورت روز میباشه و کل مردم بخصوص همون کسی که در کوچه و دوربر زندگی میکنن و خوب اول استفاده میکنن. این ما شما خودمون اگر بخیر شانس یافتیم یک بار دیگه میریم خانه پدر مرحوم استاد، اونجا از همون پلوهای قدیمی که بسیار اینا نانده و بسیار دسترخان استاد خدا بیامرزش کلان دسترخان بود، بازو جا دسترخان عوار میکردن و امو سبک خرابات، امو سبک نانهای تند و تیز و باز در پولیش موسیقی بود و به اصطلاح که ما شما میگیم هوا جمعی بود، بسیار مردم با عزت و بسیار مهمان نواز بودن. همینجا هم انشالله همینجا یک چیزی که نوازش کنم مهمان ها رو دور میشه انشالله. این خود همون خوی و بوی گذشته در این واضح باید باشه، امو کیفیت چرا که او کیفیت از نال به خاطر احیای دوباره کیفیت باید ذهنیت سازی شود. ذهنیت سازی نیزه این وقت است. البته من کسی بسیار عاجز و بیچاره هستم، شما ها بسیار پیش قدم هستین، بزرگ هستین، شما هنرمندا و فرهنگی ها ایره باید یک کار بسیار مشترک کنین. بیشتر شما در موقع دمیستوبتان همچنان گفتین خاطر از این که ما هنرمندا باید با هم متحدانه اینال ما خواه که فکر کردم در اون قدیم موضوع آوا و نوا و ندای هنرمندا و فرهنگی ها بسیار بلند است. ممثل اساسی صلح، برادری، با هم بودن، با هم زیستن، با تمام خصوصیت هایی که ما او رو تجربه در او زمان های سابق کردیم که انوزام نمیتونیم یک لحظه از فکر خود او رو دور بسازیم، چرا کیفیت شده این جای دیگه ندیدیم.
و تنها افغان ها و افغانستان هیره راستی با مو همسایداری، حقوق همسایداری، برادری همش دموجه بود با تمام کیفیتش. این باید احیا شود و این صدا تنها مربوط امی بزرگا، امی کوچی بسیار مقدس است که ممثل اصلی صلح و امنیت و برادری. و امیدوار هستم که در اینجا تمام هنرمندهای عزیز، چرا دشمنای افغانستان کوشش کردن که در بین افغانا اینطور یک چیزی رو پاش بدن که برادر از برادر جدا کردن، فامیلا را از فامیلا جدا کردن. این و تصمیم دل یک فرد نبوده، تصمیم دل یک فامیل نبوده، این را قصدن در بین ما آوردن. حالا که همین فکر داریم، عقل داریم، فکر کنیم، بیاییم که گذشت کنیم همین چیزایی که باعث بسیار کوچک و اندک است، یک چیز نیست، یک چیز تاریخ درمش نیست. باید این را مردم بفهمن که جغرافیا مربوط خداوند است، تاریخ است که مربوط فرد و انسان میشه، که خود تاریخ بسازیم. بله دیگه، با او اساس این نیمی تاریخ ساخته شده و مشترک هنرمندان لطف کنن با هم یک جای. و ما یک دفعه دمو یکی وقتی که سمت جان داردار عیاد بودن و اموجه که رفتین آرامگاه آقا سایر جان افتتاحش بود، ما گفتم که باید یک بانک سخاوتمندی آمزار جان به است. آستین ببخشید که برام تلفن آمد. و این بانک باید که چرا که هنرمندا اینقدر توانمندی داره، ورزشکارا اینقدر توانمندی فردی داره، یک فرد میتونه که تمام جهان رو به لرزه بیاره اما یک لشکر نمیتونه. او توانمندی هنرمندا و ورزشکارا است و همیشه ای زیر تاثیر بوده که هیچ کس همیشه کوشش کردن که امی هر سنگ و هر بلا و بدر که هست به حساب سر امی هنرمند ما بخوره، سر ورزشکار ما بخوره. حالا این نمیتون یک جای باید هنرمندا فکر کنن، بسیار توانمندی خوب دارن، که بنیاد یک بانک برای هنرمندا تعداد گذاری شوه. هر هنرمند در هر جایی که هست برای 10 نفر هم که کنسرت بتن اینمی پول بیارن، این فاوندیشن از این بانک درست میشه و مثل امو و مثل امو چی واره سهمداری به حساب اسامی که سمدارا کلشون امی هنرمندا میباشن، مانه برشان کتابچه میره و در کتابچهشان آیدش انداخته میشه، از خود آید با انشورنس اینا میتونن که و بخشتای از این بانک نمیشه که تنها در افغانستان میتونه آدم بیاره، تو در نیویورک، در واشنگتن، در اروپا این هم شاخهایش درست شود. خب این یک خدمت راستی بنیادیست دیگه. و بله هر هنرمند در جایی که یک کنسرت بگیره برای 10 نفر 20 نفر اون موره، شما فکر کنین که این انقلاب به کجا میرسه، چقدر مردم آرام میشه. من دمو ببخشید صحبتتانم قطع کردم، دمو یک اشاره در پیشتر من گفتم که شما کارتان نکردین، خانواده استاد امیر در اختیارتان ماند تا اینجا صحیح شد. از این بعد هر کدام ما هر آن چیزی که میتونن، کسی با قلم کسی با درم، بیاینده کنار شما استاده شوند که اینجا واقعا به یک موزیم موسیقی تبدیل شود. در مغز در داخل در قرب کوچه خرابات است، دور و دور هنرمندا زندگی میکنند، همینجا یک صندوق ساخته شود، همینجا مرکز تجمعشان باشد، همینجا مشکلاتشان حل شود و همینجا به اصطلاح خوشی هایشان برپا شود. دیگه از این که چی بهتر. اینطور اقدام چون بسیار برای ما نو بود، چون بسیار محترم بود، بسیار اقدام نیک بود، من خودم شخصا خواستم بیایم شما را زحمت بدم از زبان خودتان بشنوم. استاد جان گرامی، همسایه های دور و بر از اون زمان شما کیها بودند؟ در پلی طرف چپ و راست و شمال و جنوب خانه شما کیها دیگه زندگی میکنند؟ اونا هستن یا کوچ کردن دیگه کس آمدن؟ یعنی پسان که موزیم ساخته میشه همسایه هایش کی هست؟ در و دیوار که چسبیده همسایه هایتان کیها بودند؟ در
در کابل؟ در این خانه ها، در این خانه، در این خانه استاد. همسایه های شمال جنوب یا کیا زندگی میکردن؟ بخشی صدا کمتر آمد در جمع صاحب. من گفتم که در این خانه مرحوم استاد یا در خانه پدری شما همسایه هایتان کی بودن؟ همسایه هایتان طرف شمال جنوب و طرف پشت بله. سر پیشروی خانه در همسایگی ما یک طرف استاد شهیدای مرحوم خانش بود. آها. خانه استاد شهیدای مرحوم بود. این طرف خانه آجی صاحب اماهنگ همسایه ما بود. و این طرف دیگهش یک همسایه دیگه ما که به اصطلاح اونجا مشهور و چوبتول بود و موتور بود دیگه. باز این طرف دیگه کوچه بود که روبرویش خانه برادر استاد شهیدا بود وکیل حسین دیگه دمی کوچه کلی همی هنرمندا کلی دمی ایاته خانه ما کلی می هنرمندا هم اینجا بودن کلی. حالا از اون همسایه ها استاد جان کی ها هستن که دمی دیوال موزیم خانه شان چسبیده؟ کی زندگی میکنه؟ خبر دارید شما در همسایگی خانه پدریتان؟ حالا در همسایگی از خاندان استاد شهیدا خانه خود فروختن. خب اون که کس نمانده تنها یک همسایگی با استاد اماهنگ که نصیر جان اماهنگ خدا به بخشش بود سلطان جان اماهنگ این دمی بغل خانه ما هستن فعلا. من منظورم از این سوال این بود که یک دفعه اگه یادتان باشه استاد ما شما سر یک مشکل گپ زدیم در اتحادیه و بله بود... صدا کم آقای دجم صدا بسیار کم است. من گفتم مشکل ما شما در این بود که یک دفعه اگه یادتان باشه سر این موضوع ما شما گپ زدیم که اگر شوه که ساکنین اصلی کوچه خرابات خانه خود به دیگه کس نتن برای دیگه کسی که غیر از هنرمندا هستن در نتیجه خود هنرمندا در این کوچه میمانن و دیگه کسا اگر بیاین از بیرون در این کوچه هم و اصالت خود کوچه خرابات از دست میتن. از این خاطر من سوال کردم که دیگه کی در اونجا زندگی میکنه فعلا؟ در جمع صحبه طور است که در حقیقت کوچه بسیار نارام است. کوچه موضوع... خرابات و تو معلوم است کوچه خرابات بسیار نارام است. اکثریت هنرمندان از کوچه برآمدن به خاطر نارامی اوضاع کوچه. من فکر میکنم که با جور شدن از این موزیم که وقتی که این موزیم جور میشه امنیت در کوچه میآید. حتما سرک در کوچه ساخته میشه، امنیت در کوچه میآید، پست ها میآید، این میآید. انشالله که آستا آستا مردم خراباتی که هر طرف رفته بودن یا پس در کوچه میآیند. حتما من یک چیز شنیدم. خب ما شما هم سر و صدا کردیم از اینجا و در داخل هم اقدامات کردن یک تعداد بدماشا و چاقوکشا شکر کم شده، حال کسی را کمتر تهدید میکنن. منتها یک کسی از نظامی ها آمدن در مسجد کوچه خرابات به خیال وعده کردن که ما امنیت کوچه تان باید از این درست میگیریم. آیا این گپ آستاست تا آرامش شده نشده چی گپ شده؟ در کوچه تابار در کدام چیز نیست، فقط یک پستی امنیتی آمده. یک پست امنیتی آمده دیگه تابار در کدام چیز دیگه نیست، ولی نسبی یک در امنیت کوچه خوب شده. بسیار شکر است. انشاءالله با می اقدامی که آقای امین کردن و این بخیر شروع شود، کار شعبات شود، دولت هم توجه میکنه، مسئله امنیت شام حل میشه. دوستان عزیز چون برنامه ما در قسمت اول خود به پایان رسیده، بیاین که یک تفریح بتیم بیننده های خود. یکان صحنه هایی را که از امی جریان افتتاح از این مراسم بوده هرچند که در دیگه منابع دیدن، ولی از طریق ما میخواییم نشانشان بدیم. برای یک دو سه دقیقه بیننده های خود دعوت میکنیم که تصویر هایی را که اونجا مراسم افتتاح شده امون را ببینن. باز قسمت دوم خود ادامه میدیم با اجازه تان. امروز که به ابتکار جناب عطاالله امین یکی از هموطنان فرهنگ دوست مقیم امریکا در همکاری یا به واسطه
خانواده معظم استاد مرحوم افتخار موسیقی افغانستان استاد رحیم بخش راه اندازی شدن که در طی این محفل بنیاد استاد رحیم بخش گذاشته میشه و یقین داریم که این اقدام برای زنده نگه داشتن فرهنگ و موسیقی پر افتخار کابل، موسیقی تاریخی کابل در برای حراستش، برای پاسداریش مفید واقع خواهد شد و بخشی از فرهنگ دوستان علاوه از کمیته فرهنگی نهاد خدمت گذاران کابل و نهاد مربوط به مرحوم عاطف کابلی ملک الشعرای کشور در پربار ساختن، در رشد، در تقویت این نهاد همه همکار خواهیم بود. یکی از رسالت ما و یکی از وجایبی که بدون شک داشتیم و داریم همانا پاسداری از ارزش‌های فرهنگی و موسیقی افغانستان است. ما همکنون در گذر خرابات یا کوچه خرابات نامی که هموطنان ما با تمام علایق با این نام آشنایی دارند و خاطرات بسا شیرین، خاطرات عاشقانه، خاطرات فراموش نشدنی از این نام و از این گذر و از پیشتازان موسیقی مستقر در این گذر دارن قرار داریم. طوری که میبینین بخشی از اعضای معظم هیئت رهبری نهاد خدمت گذاران کابل، جناب آقای ادوی مسئول بنیاد مرحوم ملک الشعرا عاطف کابلی و برخی از فرهنگ دوستان، شاعران، هنرمندان، هواداران موسیقی، علاقمندان موسیقی حضور دارند. ابتکار ارزشمند است، به دیده قدر می نگریم و یک بار دیگه از جانب خود و از جانب نهاد خدمتگزاران کابل، به خصوص کمیته فرهنگی نهاد خدمتگزاران کابل، از اقدام خیلی ها انسانی و ارزشمند جناب عطاالله امین که خودشان فعلا حضور ندارن قدردانی و سپاسگزاری میکنیم، با امیدی که همه هموطنان ما در راستای حراست از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی کابل و افغانستان در حد توان رسالت و مکلفیت‌های خودشان به وجه احسن انجام دهند. دو سه روز پیشتر پسران استاد، استاد حسین بخش و شفیق جان یا برای من پیام دادن که یک دوست ما به نام محترم عطاالله امین که در امریکا زندگی میکنه، امین خانی سابقه استاد، میخوان موزیم جور کنن. وقتی که این خانه را دیدم بسیار خاطرات از این خانه دارم، یعنی از زمان جوانی که هنوز رسمن پیش استاد اما تقننی موسیقی خرابات گر نمانده بودم، بچهش سلیم بخش دوست بودم و میامدم میرفتم به این خانه و شاید استادای بسیار بزرگ پاکستان، هندوستان بودم که در امی خانه گلخانه اینجا بود، دیدیم مثل سلامت علی خان، نزاکت علی خان، میری حسن صاحب، پروین سلطانه، هم یک خانم از بنگلادش بود، شرافت علی، این اکثر هنرمندان بسیار نامدار پاکستان، هندوستان در خانه استاد دیدیم. گذر خرابات تقریبا بیشتر از 150 سال عمر دارد و در زمان امیر شیرعلی خان اساتید گرانمایه در هنر موسیقی در اینجا گرد آمدن و این گذر که قبلا به نام خواجه خردک مشهور بود
به خرابات مسمى شد. شما میدانید که در گذر اساتیز بزرگ موسیقی افغانستان گفته میتونیم کله های موسیقی افغانستان مثل استاد بزرگ قاسم افغان، استاد رین بخش، استاد سراهن، استاد غلام حسین، استاد شیدا، استاد نتو، استاد رین گل، استاد نبی گل، کسانی بودن که هر کدامشان در پرورش و در اطلاع هنر موسیقی اینا کمک کردن. یعنی دسته اماتورای افغانستان مدیون گذر خرابات است. حتی گفتم میتونیم به جرات که خرابات پوانتون موسیقی افغانستان است که بعد از یک رکود اینا رزق قبول کردن و با بسیار زحمات فراوان تانستن که پس دوباره موسیقی افغانستان اطلاع بخشن و با اوجش برسن. نمیدانم خرابات را کی بنیاد است که اهل خانه خراب و خانه آباد است. یک تشکری خاص میکنم از محترم عطاالله امین، یک فرهنگ دوست، یک انسان دوست، یک افغان اصیل و واقعیت که یک هنر اصیل دوست داره. بمی مربوطات گذر خرابات فعلا نشسته منزل استاد مرحوم استاد رحیم بخش است. میخواهیم یک مجتمع هنری، یک مؤسسه هنری، یک موزیم هنری جور کنن. ماشون به نمایندگی از اهل خرابات، از مردم خرابات خاص تشکر میکنیم. بزرگوار ما کلی رفتن، خداوند پاک روحشان شاد داشته باشه. اولادا از اینا هستن، این میگه یک اتفاق اگر بستگی باید رده این کوچه باشه. آقای امین تصمیم داره که میجره یک آثار تاریخی و یا یک موزیم جور کنه که تمام هنرمندان امی خرابات جمع شوند، امی کوچه خرابات. و نگفته نبونه که امی مردم خرابات بسیار امی هنرمندان مردم خرابات نه تنها به مردم افغانستان حتی به مردم جهانیان نشان میده. بیننده های عزیز، همین صحنه‌ای که شما در این لحظه دیدین، این مراسم بود که در شهر کابل به خاطر افتتاح از این موزیم به اصطلاح برا انداخته شده بود. دیدین که یک تعداد هنرمندان در اونجا دعوت شده بودند، صحبت‌های کردند و چیزایی گفتند. حالا بیاین که از جناب امین صاحب بشنویم که بخیر، اگر خدا اول خواهزار خوب کنه، صلح بیاره، آرامش و قراری بیاره. قراره که من در مخبرات در کدام جای شنیدم انشاءالله از ماه عمل سال 2000 آینده تصمیم داریم کار ساختمان شروع کنیم. چی فکر داریم؟ بله، اینطور است که اونجا وقتی که به خاطر گرفتن نقشه و اینا بازم اونجا دو فامیل گفتن که هستن و اونا خواهش کردن که یک وقت ذرا فرصت بتشانن که باز تا ماه عمل اینا بتانن یک جای پیدا کنن. با مو اساس ما اینا گفتیم خواسته ایست دیگه. حالا سر این کار نقشه ازی که نقشه و بلوپرینت تو اینا ازی رو درست کردن، کار کدر هایی هستن که تابال برای ما روان نکدن دیگه. حتما اون رو یک ذره وقت میگیره و انجینیر هایی که گفتن اون رو درست میکنن. باز حتما در مای عمل انشاءالله شروع کارهای ازی آغاز میشه و ما دیگه باز فرصت پیدا میکنم که خودم از نزدیک در این مای آینده که میرم که کل چیز بهترتر ما از خود کنم و بعد از اون جواب درست برای شما داشته باشم. بله، خدا مهربان است. بسیار تشکر از اینکه شما همه قدر وقتتان را برای منطور یک کار قرار میتین، سرمایه تان را اختیار میمانین، زحمت میکشین، یک فکر بسیار مقبول کردین. زنده یاد استاد رحیم بخش، از جمله هنرمندای خدمتگزار افغانستان است، مثل استاد سراهنگ، مثل استاد شیدا، مثل دیگه استادای کشور که فرزندای خود را تربیت کردن، در ایران شاگردای تربیت کردن، خدمات برای ما کردن. غنیمت شد که به نام یک کیشان، به نام یک خانواده و حداقل یک سبک موسیقی ما یک چیز به وجود آمد. شما باور بکنین اگر 10 سال بعد، 5 سال بعد آرامش در افغانستان بیاید، هنرمندای ایران و پاکستان و هندوستان و تاجیکستان که بیاید، ما چقدر خوش میشم که تلویزیون برای فیلمش کنه بگیره که آمدن در خانه یک استاد ما یک سبد گل آوردن، در اوج موسیقی اصیل ما را شنیدن، کلاسیک و غزل ما را شنیدن، فرزندای استادای ما را دیدن، شاید در اونجا عکس‌ها و خاطرات
اطلاعاتشان نصب کنه، نور ببینه. چی در نظر دارین آقای امین؟ ای ایت یک جایی که ساخته بولی چیزی در نظر است که مثلا هر کس اونجا داخل شد مثل تکت وارد بگیره و موزیم سعی کنه، یا ایست که دول آزاد باشه هر کس بیایه، یا ددست کی اصلا این رو میخواییم بتیم که مثلا یک مدیریت داشته باشه کورا حفاظت کنه، ارز صحیح و نمیدانم زمستان و بهار غمش بخوره، یک برقش و گازش و یا ایش پاکاری و صفاییش، چی در نظر دارین در این بارم فکرتان چی هست؟ بله تشکر. بسیار زیاد ما خواه یک بساس ارزش ها یک جای بسیار مقدس است که مربوط کلگی است و کلگی که سم میگیره عموم میباشه، این باید تمام مسائلی که با دیسپلین و همو ارزش ها این دمو چوکات باشه این پیش باید بره و به حساب مثلا مثال های بسیار برجستی که هست یکیشه که من میتونم براتون بگویم. بله. وقتی که کبیر شریف وقتی که تداب گذاری شد همین مردم هایی که با هم تضاد داشتن یا و باز بالاخره این قصه تاریخی و بسیار با عظمت است که باز امی سنگ اجرال اسواده که میماندن باز یا میگفت من میمانه او بسیار این مردم باز به با او گرفتن در درون یک پتو ایره ماندن که کلگی ایره بدانه بانه به اساس یک چیز مشترک که کلگی دهی رازی. دوم اگه شما ببینین که در خانه کبیر شریف هر کسی که اونجا میره از هر جای دنیا خود پاک و پاکیزه میکنه، بله منظم پاک پاکیزه با تمام عقاید بسیار برجسته اونه، اینال اگه ما ایر سمبول قرار بتیم به خاطر بیبودی زندگی خود، ما شکر مسلمان هستیم باید از این چیزهای خود ما یک چیز بگیریم، یک پند بگیریم، درس بگیریم، باید ایر شامل روزگار خود بسازیم و ایجا باید چیز نباشه، حسادت نباشه، در اینجا باید بدبینی نباشه دیگه، با او اساس ای انشالله با امرای یک پرنسپل بسیار مقبول ای با وجود میایه با مشوره کل کسایی که او احساس والا و ارزش ها و درکای بلنده داره که از امو بزرگای مثل استاد صاحب رحیم بخش، استاد صاحب سراهنگ بزرگ مثل استاد شهیدای بزرگ مثل بزرگای دیگی که اگر آدم راستی نامشان علایده بگیره شاید یک چیزش فراموش شد و کسی قار شد، از او خاطر من میخوایم، من معذرت میخوایم کل نامار من گفته نمیتانم، اما در این مجموعه کلگی شامل است، کلگی مسئولیت داره، کل ما و شما افغان هستیم، کل ما درد مشترک داریم، درد مشترک ما ایست که ما میخواهیم که دیگه از این مشکلات که چل چند سال است که دامنگیر ماست، کشتن بستن خب کلگی خسته شده آواره شدن، فقط اینا یاد گرفتن که چطور یک آتش در بدن و اما ارزش های مادی و معنوی و تمام چیز مردم به یغما ببرن، این تا که ادامه پیدا کنه آیا ما احساس نداریم در قبال تاریخ خود، در قبال جوانایی که امروز اونجا سخت منتظر هستن که این بزرگا چی میکنن، خب کلگی یک جای شیشته بی تفاوت بالاخره چقدر انسانای بزرگ ما رفتن و اکثریتشون هم در شهدای سالین و خواب ابدی هستن، خب این چیز برای کل با شما هم در انتظارش هستیم، پس از فرصت استفاده کنیم که با هم یک پرنسپل بسیار قوی رو بسازیم که در این منزل در این خانه مشترک که ما بتانیم که به تمام افغانستان و بعد از او به سرحدهای افغانستان در کشورهای بیرونی برای به اروپا و امریکا که اینا ببینن که افغانا تصمیم گرفتن که یک چیز درست یک صدا هست بین ما و شما.
دیگه اینی هدف است. امیدوار هستم که دانسته باشم سوال شما رو جواب بدم. خواهش میکنم آقای امین. من کوتاه خاطره کوتاه خود بر شما میگم، پیش از او یک انانس میتونم برای بیننده های ما. بیننده های عزیز، شما آقای عطاالله امین یکی از شخصیت های فرهنگی و هنردوست هم میبینین که از آمریکا با ما لایف هستن، و جناب استاد گرامی حسین بخش، فرزند بزرگ مرحوم استاد رحیم بخش، که ما در قسمت دوم برنامه قسمت اولش دیدین جر و بحث داریم و معرفی میکنیم همین موزیم تازه را که اینا بنا نهادن. شما بیننده بخش دوم برنامه ما هستید. جناب آقای عطاالله امین، من خاطره کوتاه خود برای شما و برای استاد بگویم. ما بسیار جوان بودیم، ما را از افغانستان برای سفرهای تفریحی و استراحتی و آموزشی در کشورهای همسایه مثلا تاجیکستان و ازبکستان اینجا روان میکردن. ما بسیار جوان بودم وقتی که ما اونجا یک تیم بزرگ جوان ها رفتیم 40-50 نفر. میفهمین که اونا در برنامه خود برای ما چی گرفته بودن؟ ما را میبردن در یک تعمیر قدیمی، در یک کوچه، در یک جای، میگفتن اینی که موزیم صدرالدین عینی است. از اونجا ما را از اون تعمیر میکشیدن در موترها، در بوسا میشاندن، میبردن ما یک جای دیگه. میگفتن اینی که موزیم رودکی است، اینی که موزیم ملک الشعرا است. در تاجکستان و ازبکستان ما این چیز دیدیم. باور شما به خدا باور بکنین که من وقتی که سن سالم کم بزرگ شد، یکی از آرزوهای می بود که در کشور ما در افغانستان همون چیزا جور شده که یک روز باعث سربلندی ما در مقابل همسایه ما باشه. اگر یک تیمی هنرمندای ایران و پاکستان و تاجکستان و ازبکستان و چین و روسیه و امریکا بیایه، ما شما با افتخار میبریم میشه در نمت یک موزیم برشنیتان میتیم کلتور خود، فرهنگ خود، در اونجا اتحاد اتفاق خود. واقعا کارتان بسیار نیک است، واقعا اقدامتان بسیار نیک است. خداوند شما را همت بیشتر بده و این کار را به ثمر برسانید. ما از اینجا براتون وعده میکنم که ما و استاد یک جایی کار میکنیم، با هنرمندا صحبت میکنیم. بخیر که شما موزیم فعال ساختین و افتتاح کردین و مراسم گرفتین و شروع شد. ما هنرمندا را تشویق میدیم که کنسرت های عایداتی بدن، اوایلش یک مقدارش کمک کنن برای زوج اموج خانه اساسی هنرمندا جور شود. اونطور خود هر خانه خرابات که با شما بریم پذیرایی تان میکنن، عزتداری تان میکنن، نان او برتان پیش میکنن. بسیار مردم میمان دوست هستن، مگر یک خانه خانه مشترکشان باشه. همی خانه مرحوم استاد رحیم بخش که هم ری سفید ما بوده به اصطلاح از امو کوچه، هم یک شخصیتی که پیرو یک سبک کلان موسیقی در افغانستان بوده، این تو فرزنده ازش مانده. و این همونطور که شما گفتید، خدا کنه که در اونجا اسادت نباشه، خدا کنه که در اونجا بدبینی نباشه، خدا کنه که در اونجا مهر و محبت در بین مردم خرابات ما ریشه بگیره، خدا کنه که اونجا جایی باشه که خوشی های خود را تجلیل بکنه و در اونجا نگویند که تو و ما، همگی باید ما باشن. استاد جان گرامی، از نظر خودت چی فکر میکنی که در سالهای بعدی ما و شما میتونیم که آقای امین کمک بکنیم که در کنسرت ها و برنامه های خود دیگه پاک اینا تنها نماننده ای کار، میتونیم ما شما که هنرمندا را دعوت کنیم، بگویمشان که بیاییم برادر این خانه مشترک ما جور شده کمک کنیم، حداقل یک کنسرت بدین، عایدات سروان کنیم، میتونیم این کارا را؟ صاحب، ما دمی روزی که روز یک جناب امین صاحب یک ختم گرفتن امروز در این کوچه که بسیار مردم خبر کردن و بسیار مردم از این طریق نان دادن، واقعیت که بسیار امروز ما چون در کابل نبودم، ما تصویرها را دیدم که همه هنرمندا جمع بودن، همه هنرمندا استقبال کردن، همه هنرمندا به اصطلاح از این گفت بسیار خوش بودن، راضی بودن. ما امیدوار به ایستم که انشالله که امین صاحب تنها نمیمانند، انشالله تنها نمیمانندش در عرصه، در عرصه موسیقی که کنسرت ها، پروگرام ها، برنامه ها. انشالله که امیدوار هستم که تنها نمانند، تنها نماندن و تنها نمانند انشالله. و یگانه و دیگه برای شما بگویم که دجم صاحب، بازم به شما را شاهد میکشم که شما شاهد هستین که استاد رحیم بخش از کسی بود که همیشه
همیشه جنگای هنرمندای خود با تمام دولت میکرد. چرا هنرمند ما مثلا به یه حال افتاده، مثلا ما باش که از گپ دور نریم، همین وقتی که استاد شهیدا میگه وفات کرد، استاد شهیدا وفات کرد در مسجد پل خشتی و فاتح استاد شهیدا را گرفتن. رادیو آمد، وقت تلویزیون نبود، رادیو آمد که امرای استاد رحیم بخش مصاحبه کنه که خاطر استاد شهیدا مصاحبه کنه. استاد خودت در بیرون کار دارن، آقایم از فاتح ها خیست و بیرون رفت. گفت چی گفت؟ گفت که از طرف رادیو آمدیم که شما مصاحبه کنیم از خاطر وفات استاد. آه گفت شما خود منتظر اینی گفت ماستین که ما بمریم که با شما ترازوی طلایی بگیرین، اخبارهایتان رنگین کنین، پروگرامهایتان رنگی کنین، در زنده ما ما را یاد نکدین. اگر شما ناجوانا استاد شهیدا را یاد میکدین، استاد شهیدا را که مثلا شهرت افتاده بود، او را یک ماشه برش میدادین، یک لقمه نان برش میرسید، او چی ضرور است که در یک موتر فوکس واگن 8 نفر بخیده تا چهار کار بره؟ راستید. چرا بره؟ شما قاتلش هستین، شما قاتلش هستین. و این موضوع رو ما خب بارا اعلان کردیم آقای دجم، ما بارا اعلان کردیم که امور مملکت خیش خسروان دانن. بله. یگانه دولتی که در افغانستان حزب دموکراتیک آمد که همه چهار نفر هنرمند ما را خورد، خانه دادشان، میکرویان دادشان، ماش دادشان، از یک موسسه دو باش میگرفتن که خواننده بالمقطه که باش کمی بونی اقتصادی هنرمندا جور شود. و فضل خدا از او وقت باز و رفتن خلاص شد، به دموکراتی خلاص شد، یک چیز دیگه آمد که ای خب بالکل در قصه هنرمند خرابات نیست و هنرمند از نظر انداخت هستن. گفتن یه شما در جمله هیچ کسی نیستین، اونو بیچارا خودشان میمورن و خودشان زنده میشن و خودشان ناجور میشن و خودشان جور میشن. این تا که جناب امین صاحب محترم بزرگوار ما به اصطلاح رسید که زخمای از یارا مرهم گذاری کنه و برازی ها یک چیز جور کنه که یا آینده داشته باشن، آینده بتونن از استفاده کنن. و این ما بالکل مطمئن هستم، خاطر جمع میسازم که هنرمندا انشاءالله منسجم هستن، از این قدر کردن و قدر میکنن و باید قدر کنن انشاءالله. استاد جان میگن یار به کسا خدا هست، خداوند تعالی لطف کرده اینه تو یک شخصیت اول. اصلا ما که تا جناب آقای امینه که دیدیم، تا جایی که در بارشان سنیدیم، اینا بیشتر به سپورت علاقه مند هستن، کت بکسر و کت ورزشگاه و کت اینا سر کار دارن، آدمش سپورتمن معلوم میشن. من بیشتر معلومات ندارم، اما این عشقشان به هنر و این فکری که کردن، این فکر در تاریخ افغانستان یاد کنیم که در تاریخ فرهنگ افغانستان نشته میشه. اگر این موزیم یک زمان یک 10 سال 20 سال عمر بکنه، نام عطاءالله امین در تاریخ موسیقی افغانستان ثبت میشه. میگن نه تو یک شخصیت بود که آمد نگذاشت که این خانه و این نام از بین بره و این کوچه به یک جای فرهنگی باشه. پیشتر یاد تشکر بسیار زیاد. این وجه مشترک ما و شما هست، این تاریخ مشترک کل ما و شما هست. من میخواهم که اسامی تمام هنرمندا شامل این تاریخ بزرگ شما بخیر. چرا در سی مملکت امو یک شیر است که من قیاد ندارم، ای خودش یک مملکت است. خب کوچه خرابات خودش یک مملکت است. زمامدارهایی که میاین اینا عمرشان بسیار کم است، اما عمر پادشاهی کوچه خرابات هنر و فرهنگ بسیار ریشه عمیق داره و او را کسیم از بین برده نمیتانه و کشتام نمیتانه. از او خاطر بسیار خوشبخت هستیم که ما و شما امروز ممثل بسیار اساسی احساس صلح، آرامی، محبت و شفقت دوباره میشیم. تشکر از شما. خواهش میکنم. آقای امین در آخرهای برنامه رسیدیم، باز یک گپی از استادم من آرزو دارم بشنوم. یک توفیق کوچک از طرف من خودم، استاد گرامی یادشان است،
وقتی که استاد مرحوم رحیم بخش 65 ساله شدن، یک محفل گرفتیم در داخل افغانستان برشان، اونجا کنسرت دادن و بسیار مهمانای زیاد و آتش‌های کلتوری و تمام کشورها را دعوت کرده بودیم. بسیار یک محفل شاندار بود. استاد دموج یک کنسرت دادن که من فکر میکنم 10 یا 9 یا 12 آهنگشان ثبت شده. از بچه‌هایشان هم از مرحوم برادر بزرگ استاد حسین بخش، از استاد سلیم بخش صدایش است، از اینا است و از خود استاد است. این کست یگانه کست است که به اصطلاح در آرشیف ما هست. اینه من بر شما تحفه میتونم، بر استاد تحفه میتونم. شما اینه سب ببرین با دو عکسی که در دو طرفش هست چاپ کنین دمی موزیم، هر وقتی که افتتاح شد بانین، اگر خواستین به فروش برسانینش مردم میخرن، به خاطر که این کست تا بال در دست کس نبوده. یگان از کست ها و کنسرت ها استاد بسیار زیاد است، اما می آهنگ ها و می مراسم کسی نداره، تنها در افغانستان پیش ما است. ما تا به می پسرشان ندادیم. خداوند در گوش ما گفته بود که صبر کو، ایره در یک جای صحیح، امیر در یک جای صحیح توفه بده. این امید دو دسته به تقدیم است به شما. بسیار تشکر، بسیار تشکر، ساوندش در اختیارتان میمانم، چاپش کنین، دلتان در اوجا ماندین که فروش شود، دلتان به هر کس توفه دادین. مقصد کم ما و کرم شما. من نمطور از خاطر این گفت گفتم، از خاطر گفتم که تمام هنرمندای موسیقی را سرشان صدا میکنم از طریق همی برنامه. کسی میتونه یک عکس استاد روان کنه، دموج برای شما روان کنه، کسی میتونه آهنگایش روان کنه، کسی میتونه آثارش، خاطراتش در بسیار محفل استاد در آرسی های مردم بخانده، اگر کدام تصویرشان است که از یک برنامه جور شود، تصویرهایشان روان کنن، شاگردهایشان بین اموج را باعث یک جای معتبر بشمارن، دموج هنرمندان جمع باشن و این افتخار به شما و به خانواده خرابات ما ببخشن. استاد جان اگر چیز گپ شما داشته باشین بگوین که برنامه به آخر میرسد. دو قسمت ثبت کردیم، آماده کردیم، بیننده های ما میبینن چی گپ هایی که من نگفتیم و میخواین بگوین. در پالی آقای دجم، در پالی از این گپایی که هست یک گپ دیگر هم براتان عرض کنم که ما ای احساس خوشیاییم است، خوشیاییم است که ما احساس میکنم و امورا ما فکر کنین که کل خرابات خبر دارن که استاد رحیم بخش کسی بود که زیاد از موسیقی پیسه پیدا کرد، واقعیتش ولی کلش از اثر موسیقی زد کلش. اینمی خانه که امروز جناب امین سویر موزیم جور میکنه، اینمی خانه عمر در همه جشنا هنرمندای پاکستان، هنرمندای هندستان، بزرگای هندستان و پاکستان، گفته انجینر صدیق قیام، صدیق صدیق قیام در برنامه گفت دینمی خانه آمدن، دینمی خانه پروگرام دادن. همیشه در این خانه موسیقی بوده، همیشه در این خانه ساز بوده، همیشه در این خانه. و امروز از برکت امین صاحب پس این خانه امو بعد از بسیار مدت بعد پس امو رنگ گرفت، پس یک موزیم جور میشه، باز در این موسیقی سرک، باز در این صحبت موسیقی، باز در این هنرمندا اینجا جمع میشن، باز کنسرت میتن، باز گردمایی ها میکنن. این من بسیار خوش هستم. روح استاد آرام میشه که بشنوه در اون دنیا و در اون فضا، اولادش آرام میشه، نواسش آرام میشه، هنرمندای یک احساس پیدا میکنن، یک جای محبت به وجود میاد. خدا خیرتان بده آقای امین. دیگه چی بگویم شما دیگه؟ والا تشکر. بازم ما ممنون سپاسگزار هستم از اینکه فرصت میسر ساختین. در ضمن از تحفه بسیار بزرگ و بسیار با ارزش شما ما ممنون سپاسگزار هستم. این یک امانت است. ما در طول همین مدت که این تاریخ که سر کل ما شما به بسیار مشکلات تیر شد، جنجالای افغانستان، هر کس هر چیزای بسیار با ارزش داشتن، متاسفانه به اساس مشکلات هر کس هر چیز خود در جای اعلام کرد و رفت. و حال این ارزش ها که هست، این قابل فروش نیست، این باید فروخته نشه. و هر چیزی که از این بزرگا در هر جای است، این مسئولیت شخص انسانی و فردی هر انسان است که اگر از این بزرگا در هر جای اینا یک چیز دارن گرفتن، چرا مردم ایلا کردن رفتن،
خواهش میکنیم دوباره یا ای که در اینجا یا ای که در فامیلاشان امو ارزشایشان بر بگردانند که هی حفاظت شوه، به خاطر که هی یک تاریخ هستی برای فروش نیست و فروش هم باید نشه. استاد صاحب بسیار فکر میکنم، استاد صاحب رحیم بخش، استاد صاحب سراهنگ، اینا مدالهایی داشتن، مدالهایی بسیار با افتخار، اینا باید کلش دوباره ای کلش افت شوه به دست بیا، یا پیش هر کس که هست ما پیشتان عذر میکنم، این چیزا قابل فروش نیست، بیارین. این همه تو که شما گفتین که در دیگه کشورها وقتی که توریست میایه میبرن نشان افتخارات خود نشان میده، ما هم بسیار افتخارات داشتیم، چی باید نشان بدیم؟ او اساس از شما ما ممنون هستم، ای امانت است که نمونه موجه میره و دیگه همی جمعی آرمانی آمد زایر جان برای من سمت جان داردار من بسیار پرسان کردم که از آمد زایر جان دیگه کی داره، کسایی که شان امرایشان هم آهنگ بودن کار کرده بودن اینا داده بودن برشان، اما متاسفانه به اساس همی که افغانستان در جنجال ها رفت هر کس هر چیز هر جایی من چی شد، اما بازم اگر هست لطفا خواهش میکنم سر از این چیزا نه تجارت کنین نه بزنس کنین، بیارین حقیقتایتان پس بیارین که نسل دیگه باید بفهمه که اینجا چی بود و چی هست و اونا چی مسئولیت دارن که چطور پیش برن، ما که امانت نگهداری کنیم نسل دیگه ما امانت نگهدار تربیه میشن. تشکر بسیار زیاد، خواهش میکنم. اینه بیاییم که برنامه خدا در این قسمت به پایان برسانیم که از هنرمندای عزیز، از مردم عزیز ما تقاضا کنیم که آثار هنری، مدال ها، نشان ها، عکس ها، تصویرهایی که مربوط به در قدم اول مربوط به کوچه خرابات است، به هنرمندای خرابات است، در قدم بعدی از هنرمندای دیگه آماتوری که پیرو خرابات بودند، آثارشان، عکس هایشان، هر آن چیزی که شما در دسترستان دارین در خانه شخصی یا در دفترتان از او استفاده نمی کنین، با آدرس آقای امین که اندوی برنامه شما میبینین یا استاد، با آدرس های از اینا مثل من که تصمیم دارم روان کنین در یک جای باشه، اینا انشاءالله تعالی همونطور که خانه را جور میکنن یا آثار هم حفاظت میکنن به نسل های بعدی میره و من آرزویی که دارم که در تاجیکستان مرا برده بودن خانه صدرالدین عینی را نشان داده بودن، یک دفعه آرزوی مرا برآورده بسازیم که بیاین خانه خرابات ما را ببینن، خارجی ها بیاین، توریست ها بیاین، خانه استاد ما را ببینن، خانه فرهنگ و هنر ما را ببینن. من بسیار افتخار میکنم استاد محترم جناب آقای عطاءالله امین، هرچند که من به حیث جورنالیست اینجا نمیتونستم قطع کنم صحبت شما را در هر جای درایم به اصطلاح اذیتتان کنم، گذاشتم صحبت کنین، دلیلشی بوده که ما میخواهیم که صدای شما به گوش فرد فرد هنرمندای موسیقی افغانستان و از طریق هنرمندای موسیقی به خانواده هایشان، به مردم شهر کابل، به قندار و هرات و مزار و امریکا و روسیه و تمام جهان برسه که بیاین در کنار ما شما استاده شوند و چنین یک اقدام حمایت کنند، پشتیبانی کنند و همونطور که شما لطف کردین در کنار ما شما استاده باشند. بسیار تشکر میکنم از حضورتان. بیننده های عزیز ما، تصویرهایی را که شما در وسط صحبتهای ما شنیدین، این تصویرهایی است از مراسمی که ما بر شما پخش کردیم، اگر چیز نظر دارین، پیشنهاد دارین، در پایان همین تصاویری را که میبینین نوشته کنین، پیشنهاد کنین، بگوین که چی قدم میتونین شما که در زیر از این تصویر ما، برنامه ما پیام طلبتین، آقای امین هم میخوانه، استاد هم میخوانه و ما هم میخوانیم، از روی صحبت های شما ما به یک نتیجه میرسیم. البته زمان و وقت کار داره، یک سال از شما را پین ماه را در بر میگیره، خدا کنه صلح و آرامش باشه در افغانستان که اینا بتانن را آباد استاد بتانه در اوجه سفر بکنه، خودش بره در اوجه بیت بخونه و شما بتانین برین اون تعمیر یک دفعه ببینین، مطابق میلتان نقشه کنین اون را. این آرزو را کل ما داریم، من هم آرزو دارم که یک روز بیایم در موجه یک موسیقی خانقایی بشنویم، هوا جمع شود، هنرمندا باشه و همه ما این آرزو را داریم. بسیار تشکر استاد جان. اگر چیز پیامی نداشته باشین شما و جناب آقای عطاءالله امین دیگه، از اینکه در این برنامه شرکت کردین، حوصله کردین، صحبت ها کردین، معلومات ها برای مردم دادیم، بسیار از شما تشکر. از شما بسیار تشکر. تشکر نجم سید، زنده باشی. اینه ما قرار ذکر کنم داخل که همونطور که پدر ما استاد رحیم بخش دوست خرابات بود و زیاد خدمت بر مردم خرابات کرد، در مرده و زنده و در مریضی و همه گپ، هر وقت سرم در بر مردم خرابات رسیدگی کرده تانسته،
ما اولادش هستم، هر کار خوبی که در خرابات میشه دعا گوش مستم، خوش ما میشم با قلب و جان و دل ایمان خود، خوش میشم با خرابات خدمت میشه و این مردم خرابات در بغل میگیرن. السلام علیکم. السلام. تشکر استاد. بسیار تشکر آقای امین، بسیار تشکر استاد گرامی. از شما تشکر. بیننده های عزیز، برنامه ما که در دو قسمت بود در همین جا به پایان رسید. تشکر از توجهتان، لطفاً پیام هایتان رو بگذارین، نظریاتتان رو بگوین، سوال ها و هر چی که شما میخواستین در این رابطه که آقای امین و استاد صحبت کردن و خارج‌تر از این دمی چوکات، هر آن امری که دارین لطفاً نشر کنید. بسیار تشکر از دایرکتر ما آقای احمد ضیاء ایثار که از شهر بونشن از سه کشور را به هم وصل کرد و این برنامه را ثبت کردن، و تشکر از تیم نشراتی ما که در تکثیر از این برنامه ما را کمک میکنن. خدا حافظ. شب و روز بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غرق.